جناب آصفی، ما نزدیک هستیم به انتخابات آمریکا. خب صحبت‌های زیادی در خصوص تمایل جمهوری اسلامی برای برنده شدن یا پیروزی آقای بایدن و حزب دموکرات‌ها مطرح شده در چند وقت گذشته. در چند روز گذشته آقای ترامپ اعلام کرد که تصمیم دارن، دولت آمریکا تصمیم داره که مجددا تحریم‌های دیگری رو بر جمهوری اسلامی وضع بکنه. خب با توجه به این شرایط، روز گذشته نماینده دولت آمریکا در امور ایران اعلام کرد که حتی اگر آقای بایدن هم یا حزب دموکرات هم پیروز انتخابات باشند، تحریم هایی که بر علیه ایران وضع شده به آسانی قابل لغو کردن نیست. میخواستم نظر شما راجع به این گفته و اینکه آیا واقعا این تحریم ها و شرایطی که جمهوری اسلامی در نظر گرفته که اگر آقای بایدن و دموکرات ها بیان مجددا احتمالا وضعیت دوران آقای اوباما خواهد بود و اینها میتونن و بدون دردسر پای میز مذاکره بنشینن و مسائل رو حل و فصل بکنن، آیا این نظر یا این پیش بینی جمهوری اسلامی درست هست یا نه؟ ببینید، جمهوری اسلامی میشه گفت حالا نهاد دولت یک طرف، ولی خود به نظر من آقای خامنه ای هم تمام نگاه و سیاست راهبردی خودش رو در رابطه با امریکا و نشستن پای مذاکره به خاطر حفظ آبرو روی پیروزی بایدن گذاشته، و که اگر بایدن با توجه به اینکه اعلام کرده به برجام برمیگرده، ولی مذاکرات مکمل برای قوام برجام رو میطلبه و گفته میخواد انجام بشود، به هر شکل میتواند یک گریزگاهی برای آقای خامنه ای و حکومت جمهوری اسلامی باشه که با نرمش قهرمانان و آبرومندانه تری بروند و پای پذیرش اون شروطی که فلسفه برجام و روح برجام برای همین منعقد شده بود که ادامه پیدا بکنه و سایر مسائل مختلف منطقه‌ای رو حل و فصل کنه جمهوری اسلامی. ببینید، انتخابات امریکا هم الان خب تقریبا شروع شده، یعنی میشه گفت بالای 5 میلیون نفر الان رأی دادن به صورت پستی. آقای ترامپ هم خودشون رأی دادن. نظرسنجی های رسمی که الان دارن میگن، خب بله، فاصله آقای بایدن و آقای ترامپ یک چیزی حدود 12%، این چیزی که اعلام میکنن نظرسنجی های ملی و نظرسنجی هایی که نهادهای مختلف دارن انجام میدن. اما این انتخابات اگر خلاف اون چیزی باشه که مثل دوره قبل رخ بده، ما با یک ویرانی نگاه به سیستم نظرسنجی کلاسیک در امریکا و در سطح جهان روبرو خواهیم بود. به دلیل اینکه در خود همین نظرسنجی هایی که الان توی امریکا هست، میگن آنانی که نظرسنجی تلفنی مشارکت میکنن و بعد در نظرسنجی آنلاین میان به صورت ترکیبی، آقای ترامپ در نظرسنجی های ترکیبی یعنی تلفنی و آنلاینی که از مردم میگیرن یا نظرسنجی آنلاین رو در رو میگیرن، آقای ترامپ اخلافش 4%، اما نظرسنجی های صرف تلفنی رو میگن نزدیک 12% آقای بایدن رفته جلو. حالا بحث آلای الکترال هم هست که اون سیستم انتخاباتی امریکا هست، یه پیچیدگی های ویژه داره، اونم به یک نوعی شورای نگهبانی خودمونه، ولی خب حالا من برادمون بحثش نمیخوام بشه. میخوام اینو بگم که اگر اینجور نشود، همه میشه گفت به اصطلاح جهانیان باید بدانند که دیگه این سیستم نظرسنجی در انتخابات امریکا و یا در جاهای مشابه دیگه میتواند به شدت مورد تزلزل قرار بگیره. اگر آقای ترامپ، آقای بایدن با 4% آرا بخواد ببره آقای ترامپ رو، قطعا بازنده انتخابات آقای ترامپ زیر بار نخواهد، به هیچ وجه زیر بار 4% نمیره، 4% بخواد باشه قطعا کار میکشونه به دعوا، کار میکشونه به نهاد دیوان عالی کشور که اکثریتش هم جمهوری خواه هستن و اونجا بازی رو میبره. اما اگه اختلاف اینقدر فاحش باشه
از 12 به 15% باشه، محترما آقای ترامپ این رو میپذیره نتیجه با. و اما اتفاقی که در راستای اون سیاست های گوشمالی دهنده با جمهوری اسلامی که داشته بعد از شکست آقای ترامپ، حالا گزینه را آدم بررسی کنه، بعد از شکست ترامپ دو ماه و نیم ایشون در کاخ سفیده دو تا کار ویژه میکنه، میتواند بکنه، میاران هم زمزمه هاش هست. یک طرح و تمام این تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی گذاشته به شکل دستورهای رئیس جمهوری بوده، به دلیل اینکه دست خودش باشه که اگه جمهوری اسلامی پای مذاکره رسید خودش هم بتونه برده. این رو قانون نکرده، کنگره نبرده. اینم بگم که هر طرح ضد ایرانی که وارد کنگره میشه، چه در اکثریت دموکرات ها چه در اکثریت جمهوری خواه، اون طرح معمولا که حتما اون طرح تصویب میشه. همین آقای بایدن 47-8 ساله که در سیاست امریکا هست، به تمام طرحهای ضد ایرانی رای داده، چه در کنگره چه در سنا. بنابراین آقای ترامپ اولین کاری که میتواند بکند اینه که تمام این تحریم ها، مجموعه تحریم های وسیع و گسترده که الان میگن بالای 900 تا هم رفته، 909 تحریم رفته، همه اینا رو تبدیل به یک میبره فوقلاده استراری به کنگره و این رو تبدیل به قانون. سنا هم که دیگه دست خودش. این یکی از کارها. یکی دیگه از کارها که قانون مبارزه با توریسمه. قانون مبارزه با توریسم، برخی از این تحریم ها در همین راستا تحریم وضع شده و برخی ها هم نه. اگر اون قانون نمیدونم 19 اگر اشتباه نکنم 531 یا 351 یک قانون اینجوری هست، در واقع ماده واحده که متیز میکنه این اجازه رو رئیس جمهور داره که در راستای این قانون وضع شده ضد توریسم این تحریم ها رو علیه کشور بیاد، اون کشور سادس بیاد به کار بگیره. اگر این نوع همه این تحریم ها رو ببره و مستند کنه به و چف بکنه به اون ماده قانون ضد توریسم، بیچاره میکنه آقای بایدن رو. اگر به کنگره ببره و قانونش بکنه، بیچاره میکنه آقای بایدن رو. یعنی یه پروسه‌ای بسیار طولانی رو ایجاد میکنه که حتی اگر آقای بایدن همون فرداش که برمیگرده به برجام مذاکرات رو هم شروع بخوان بکنن، تازه به بسم الله مذاکرات رو شروع بکنه یک سال نیم زمان میبره، بعد از اون بخوادم ببره این رو به اینکه تحریم ها رو برداره، بازم ممکنه یه زمانی یه سال نیم دو سالی طول بکشه. و این یه مسئله است، یه مسئله بسیار. این در صورت باخت آقای ترامپ. اگر آقای ترامپ ببره که دیگه روزگار سیاه جمهوری اسلامی شروع شد، که دیگه حکومتی که حاضر نشود با مردم خودش سازش بکنه مجبور تسلیم بشه، مجبور یک وضعیت تسلیم زشت تبدیلی به یک یعنی یک سوار سیاسی تسلیم زشتی رو ایجاد بکنه که تمام شروط رو بپذیره.